سلام، حالتان چطوره؟ داستان قبلی چطور بود؟ بله، درخت گفته بود بیایید حشرات را دعوت کنیم. ما واقعا متعجب هستم که آیا حشرات هنوز به وجود آمدند یا خیر. پس بیاین که یک جای به یک سفر داستانی بریم. دوستان، حشرات با رایحه کشیده شدند. یک زنبور و پروانه بود. ما با آنها گپ زدم. شما میتونید بیاید اینجا و با قلبتان اینجا بازی کنید. چه احساسی دارید؟ پروانه پاسخ داد: من نمیدانستم چنین مکان فوق‌العاده‌ای وجود داره. بسیار گرم است و بوی خوبی میده. پروانه و زنبور همراه ما بازی کردند. بچه هایی بار سعی میکنیم پروانه ها و زنبور ها را ترسیم کنیم. من ابتدا یک پروانه میکشم. چهره، بدن و دم را ترسیم میکنیم. لطفاً بالهای پروانه را ترسیم کنیم. حالا یک الگو ترسیم میکنیم. بچه ها، شما میتونین که الگوهای مورد علاقه خودتان را ترسیم کنین. سپس سعی میکنیم که مردمکی چشم را ترسیم کنیم. و پس از او من اینجا یک زنبور را ترسیم میکنم. به همان شکل چهره، بدن و دم را ترسیم میکنیم. و همچنان نیش زنبور را ترسیم میکنیم. پس از او بالها را ترسیم کنید. حالا الگوی بعدی را ترسیم میکنیم. من الگوی زنبور را رنگ‌آمیزی میکنم.
و پروانه را در کنار او رنگ‌آمیزی می‌کنم. من از دست خود استفاده میکنم که با قدرت کمتر و بیشتر رنگ‌آمیزی کنم. میتونیم که قدرت را در دستان خودمون کنترل کنیم بچه ها. بله، من پروانه و زنبور را رنگ‌آمیزی کردم. پس از رنگ‌آمیزی پروانه و زنبور، گل را در پس‌زمینه ترسیم می‌کنیم. بچه ها سعی کنید گلبرگ ها را کوچک، بزرگ و همچنان کمی با دقت نشان بدین. همچنان خوب است که گلبرگ های کوچک را در داخل گلبرگ های بزرگ ترسیم کنند. بله بچه ها، کلش خلاص شد. ما
نقاشی سرگرم کننده بود. به نظر میرسه که بوی عطر درخت و گل میتوم. فکر میکنم نقاشی شما به اندازه تصویر زیبا خواهد بود. الگوی زیبایی را روی پروانه و زنبور قرار دهید و رنگ‌ها را اضافه کنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.